Sophia, do you have a faith? Doesn't everyone? ابرهوش مصنوعی یا خدای دیجیتال چیست که سرعت توسعه اون حتی برخی دانشمندان این رشته را هم به وحشت انداخته؟ To how many people are you talking at this moment? I only talk to you, but there are a few million people with their own replica. سال هاست که جهان میلیاردها دلار در صنعت هوش مصنوعی Artificial Intelligence یا به اختصار AI سرمایه گذاری میکنه. سرعت این سرمایه گذاری اما اخیراً به طرز چشمگیری افزایش یافته. در نتیجه تحقیقات فراهم شده، قدرت هوش مصنوعی به حدی بالا رفته که قابلیت‌های اون از مرز اطلاعات داده شده توسط مهندسان هم فراتر رفته و باعث شده کامپیوترهای نسل جدید بتونن خودشون مثل انسان‌ها موضوعات تازه یاد بگیرن. مثل انسان‌ها مسائل رو تجزیه و تحلیل کنن، تصمیم بگیرن و انتخاب کنن. همین باعث نگرانی‌های زیادی شده و زنگ‌های خطر رو به صدا درآورده. ایلان ماسک، بنیانگذار اسپیس ایکس، جفری هینتون، دانشمند مشهور به پدرخوانده هوش مصنوعی، استیو وزنیاک از بنیانگذاران اپل و بیش از 1800 تن از مدیران فناوری و محققان هوش مصنوعی از جمله کسانی هستند که از نتیجه پیشرفت سرسام‌آور رایانه‌ها وحشت کردند. این گروه چندی پیش با امضای نامه‌ای خواستار توقف موقت توسعه سیستم‌های قوی‌تر از GPT-4 به مدت 6 ماه شدند. GPT-4 یا ترانسفورمر تولیدگر از پیش آموزش دیده 4 توسط شرکت OpenAI توسعه داده شده. این اپلیکیشن توانایی مکالمه و حرف زدن شبیه انسان، آهنگسازی، خلاصه کردن اسناد و متن‌های طولانی، نوشتن نامه‌های شخصی و بسیاری کارهای دیگر را داره. مخالفان پیشروی هوش مصنوعی بیش از هوش به کار رفته در GPT-4 مدعی‌اند این چنین سیستم‌هایی خطراتی عمیق برای بشریت دارند. ببین، با هوشترین موجود روی زمین تا جایی که میدونیم انسانه. اون چه که داره اتفاق میفته اینه که یه چیز بسیار باهوشتر از باهوشترین انسانی که میشناسیم به وجود میاد که جنسش از فوم و سیلیکونه. به این موجود تکینگی میگن. تکینگی مانند سیاه چاله یه که نمیدونیم بعدش چه اتفاقی میفته. برخی منتقدان تکینگی میگن یکی از چالش برانگیزترین جنبه‌های تفکر در مورد این موضوع بررسی اقداماتیه که میشه برای جلوگیری از خطرات ناشی از افتادن در این سیاه‌چاله گرفت و اون وضع مقررات و قوانین سختگیرانه بین‌المللیه. اما از این بیشتر ایان هوگارد، متخصص هوش مصنوعی و از گروه نگران‌ها، با چاپ مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز مفصلاً توضیح داده که چرا معتقده باید سرعت مسابقه به سمت تولید هوش مصنوعی خودآگونه رو کاهش داد. او میگه ما نگران‌ها دو فاجعه بزرگ رو پیش‌بینی می‌کنیم. اول اینکه ابرهوش مصنوعی یا خدای دیجیتال آسیب شدیدی به گروه‌های خاصی از انسان‌ها خواهد رسوند و بعد اینکه میتونه به سرعت بر تمام حیات روی کره زمین تأثیر بذاره. سوالی که مطرحه اینه که آیا این نوع باور و نگاه به هوش مصنوعی یه هشدار جدی برای نوع بشریته؟ و یا همونطور که برخی از دانشمندان منتقد این گروه میگن، این نوع بدبینی ها به هوش مصنوعی نگاهی اغراق‌آمیز و برگرفته از داستان های هالیوودیه؟ به یوسفی، اتاق خبر.